بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرانقدر، الله را سپاسگزاریم که برای من و جمعی از دوستان توفیق داد که بنیاد یا مؤسسه خیریه را به نام نصر برا اندازیم. یقینا که دردهای این ملت ما زیاده و هر جهت که ببینیم متاسفانه درد و فغان و آلام میبینیم و میبایست که ما التیامی برای این دردها باشیم، میبایست که مرهمی برای این دردها باشیم و ما به خاطر این موضوع تلاش کردیم تا بتوانیم دوای برای بخشی از دردهای این ملت باشیم که همانا التیام و دوای فقر هست. بتوانیم تلاش بکنیم برای فقرا و مساکین و خانواده های عزیز، خانواده ها را بتوانیم حداقل یک بخشی از آنها را ماهوار تمویل بکنیم، بتوانیم برای محصلینی که نیاز به کمک دارند و برای ادامه تحصیل نیاز به کمک دارند به آنها کمک بکنیم، برای اطفالی که داخل بازارها هستند بتوانیم سرپناهی باشیم برای آنها و بتوانیم همچنان برای کسانی که نیاز به ازدواج دارند و یعنی به خاطر پول متاسفانه نمیتوانند ازدواج بکنند و از این نعمت برخوردار نیستند، بتوانیم برای اینها هم کمکی بکنیم و خیلی دیگه از اهدافی که انشاءالله وجود داره و اهدافی که بتوانیم برای افراد و اقشار مختلف کمک های صورت بگیره، حتی این که اگر الله به ما توفیق بده بتوانیم مکتبی بسازیم، بتوانیم پولی بسازیم، مسجدی بسازیم، بتوانیم کارهای خیریه و عام المنفعه دیگه انجام بدیم، چای برای مردم به حال حفر بکنیم و الی آخر. همه اینها را انشاءالله در پیش رو داریم، یعنی اهداف ما اینه که بتوانیم برای اینها خدمتی انجام بدیم، برای این ملت خدمتی انجام بدیم و می خواهیم که ما در میان شما و این اقشار پولی قرار بگیریم. بنابراین این مؤسسه و این بنیاد به وجود آمده و من از تمام برادران و خواهران و مسلمانم، عزیزانی که می خواهند با ما همکار باشند، می خواهند که با ما همراه باشند، من از تمام این عزیزان می خواهم که بیایند در کنار ما و ما را پول قرار بدن برای رسیدن به این اقشار، برای کمک به این اقشار، برای دوای به این دردها. و امیدواریم که انشاءالله دوستان عزیز و گرانقدر، برادران و خواهران و مسلمان ما در کنار ما انشاءالله همچنان که بودند در گذشته حالا هم قرار داشته باشند و باشند. حالا دوستان عزیز، جزئیاتی داره که چگونه شما میتوانید به هر حال ما را پول قرار بدید برای رسیدن به این دوای این دردها. جزئیاتی هست که من انشاءالله شاید در یک برنامه لایف، در یک برنامه زنده بیام و این بیشتر توضیح بدم، ولی در اینجا کوتاه میگم، شاید بعضی از عزیزان نتوانند ببینند و شاید عزیزانی در یوتیوب باشند که نبینند. دوستان گرانقدر، ما میخواهیم که عزیزانی که با ما میخواهند در کنار ما باشند و همکاری بکنند. حالا یک سری مثلا مسائلی هست که شاید اتفاقی بیفته، چند تا جوان را ما جمع بکنیم که بتوانیم به عنوان محصل برایشان یک بارگی کمک کنیم. اعلان میکنیم انشاءالله که مثلا چند تا جوان هستن میخواهند که ادامه تحصیل بدن، نیاز به کمک شما دارن، یا چند تا جوان میخواهند که ازدواج بکنن، نیاز به کمک شما دارن، یا یک خانواده یک نیاز شدید داره، مثلا یک مریض داره، میخواهند که یک بارگی به او کمک بکنیم، اون اعلان میشه. اما میخواهیم که بعضی از دوستان ماهوار با ما همکاری داشته باشن، که ما هم میخواهیم که یک سروی هایی داشته باشیم، یک سری تحقیقات و بررسی هایی در مورد برخی از خانواده ها داشته باشیم، انشاءالله بریم از نزدیک اونها را ببینیم، خانواده هایی که واقعا فقیرن و واقعا نیازمندن، بتوانیم که اینها را در لست خود بگیریم و ماهوار به اینها کمک هایی داشته باشیم انشاءالله. چی در زمستان، چی در تابستان، در همه فصول و در تمام سال کمک هایی به اینها مستمر باشه، یعنی ماهوار برایشان داده بشه و این نیاز داره به کمک مستمر برخی از دوستان که ماهوار هر کس به هر مقداری که توانش را داره به این بنیاد و به این مؤسسه خیریه و به این بنیاد خیریه همکاری و کمک داشته باشه. دوستان عزیز، شماره در پایین صفحه زیرنویسه و من انشاءالله در یوتیوب هم که گذاشتم شماره را زیرنویس میکنم. با این شماره میتوانید تماس بگیرید اگر از داخل افغانستان هستید و حتی از بیرون افغانستان هم مشکلی نیست، میتوانید تماس بگیرید برای عزیزی که مسئول مالی ماست و همچنین
می توانید که از طریق تلگرام، از طریق واتساپ به اینها پیام داشته باشید و همچنین صفحه فیسبوک ماست که می تونید به صفحه فیسبوک هم، فیسبوک رسمی البته این بنیاد و این مؤسسه، می توانید که پیام بگذارید و انشاءالله که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدواریم که بتوانیم خدمتی برای شما و خدمتی برای ملت مسلمان بکنیم. الله متعال به همه تان جزای خیر بده. همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی میگه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله متعال میفرماید مثال کسانی که در راه الله انفاق میکنند، الله متعال سبحانه و تعالی مثال اینها مانند کسی است که دانه ای را بذر میکنه و این دانه هفت خوشه بیرون میکنه، یک دانه گندم هفت خوشه بیرون میکنه و هر خوشه 100 دانه میگیره، یعنی یک مساوی با 700. نه تنها الله متعال میگه مساوی با 700، والله و یضاعف لمن یشاء، الله از این هم زیادتر میکنه. شما یک روپیه که در راه الله انفاق کنید با اخلاص، بدون منت، بدون اذیت کردن فقیر و مسکین، الله متعال سبحانه و تعالی مساوی 700 برابر یا بیشتر از 700 بنابر اخلاصتان و برابر نیتتان الله متعال برایتان زیاد میکنه. پس این مژده‌ای بود که از جانب پروردگار متعال برای شما عزیزان دادم که انشاءالله اقدام بر این موضوع میکنید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.